بانوان بخشنده و مهربان و با عرض سلام و درود. برگزاری ششمین دور جام فوتسال رادیو جوانان با حضور گرم و پرشور هواداران در ولایت غزنی. دیدار افتتاحی رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان میان دو تیم قدرتمند دیار صنایعی و عقابان میوند آغاز شد. در دورانی که بهانه‌های خوشحالی کمتر و شاد بودن سخت‌تر شده، فوتسال بارها شادمان ساخته و یادمان می‌دهد یک ملت هستیم، روی یک زمین زندگی می‌کنیم و خوشبختی‌مان به هم پیوند خورده. در همین حال رادیو جوانان با راه اندازی دور ششم جام فوتسال رادیو جوانان به میزبانی ولایت غزنی با اشتراک تیم‌های برتر غزنی و وردک بهانه تازه‌ای برای کنار هم بودن ایجاد کرد. خیلی مفید است. همه مسابقه را هر کس که برگزار کرده بسیار خوب آدم بوده. برای صلح دوستی بسیار مفید است. برگزاری این چنین مسابقات یک جو مثبت و صلح و دوستی در بین احزاب مختلف، جوانان و از قشرهای مختلف ایجاد میکند. جوانان برای بازیکنان، برای تمام ورزشکارا و تقنی بسیار مفید است و برای همزبانی، همدلی و برای مردم بسیار مفید است. حالا جام فوتسال رادیو جوانان الهام بخش آزادی شده و مردمی که با امید زندگی بهتر در جمنازیوم جمع می شوند تا تیمهای محبوبشان را تشویق کنند. تشویق کرکننده تماشاگران فقط به ورزش خلاصه نمی شود. آنها صدای صلح، برابری، آرامش، اتحاد و همدلی را فریاد می زنند. میان همه شور و هیجان هواداران بازی‌های جام فوتسال رادیو جوانان شروع شد که دو تیم سعیدالشهدا و راهیان سعادت با عملکرد فوق‌العاده‌شان بعد دیدار نهایی راه یافتند. نظر درباره فاینال چی هست؟ آیا در حد اندازه یک فاینال هست یا خیر و چقدر شانس تیمت بالا می‌بینی؟ انشالله بتانیم که با یک بازی خوب قهرمان این دور شویم و انشالله ما هم میتونیم این کار رو بکنیم به کمک هوادارامون، تمام مسئولین. انشالله ما میتونیم قهرمان جام شویم. بسیار تشکر. با آقای حکیمی صحبت های خود در مورد بازی فاینال چی هست؟ شانس قهرمانی تیم فوتسال سعیدالشهدا از دید سرمربیش که خودتون هستین چقدر بالا هست برای قهرمانی؟ تیم سعیدالشهدا یک بازی اول خود مقابل تیم بیرونی کرد. واقعیت تیم بیرونی بازیکنای ناپی داشتن و ما زیادتر با این بازیکنایی که در سطح غزنی بازی کرده ما با سبک بازی نزا آشنایم. اما که بازی اول ما موفقانه از عریف به نفع خود نتیجه را گرفتیم دیگه، اما بر ما نوید داد که ما انشاءالله قهرمان هستیم. پیروز شدن را همه دوست دارن و در زندگیشان تجربه میکنن. این وسط فقط یکی قهرمان می شود تا برنده همیشگی لقب بگیرد، یکی مثل راهیان سعادت، تیمی که در بازی فاینال جشنواره گل برا انداخت و با برتری پرگل 5-1 قهرمان ششمین دور جام فوتسال رادیو جوانان شد. خوب بود، یک تورنمنت خوب پرجوش، پر طرفدار. خوب بود. تشکر میکنیم از طرفدارای خود ما و تشکری است همچنین از خودتان که همچنین تورنمنت بر ما برگزار کردیم و خوب یک رشد بر جوان هاست که باید از مواد مخدر و چیزا دست بکشن. به این تورنمنت ها نیستیم که مقام اول نصیب از آن خود کنیم و ورزش برای جوان ها بسیار مفید است، میتواند جوان ها را از مواد مخدر، از هر چیز دیگه دگرد هم جمع کنه و برای رشد یک ولایت بازیکن‌ها یک تورنمنت بسیار مفید است. تشکر خاص از رادیو جوانان می‌کنم تا یک قسم بازیکن‌ها ایت بازی‌ها را برگزار کرده بر رشد جوان‌ها و بیننده‌ها با فوتسال را با سال و دوستی و کنار و صدات از همه دورتر انشالله بهترین بازی‌ها بود. قهرمان هم شده ایم و آمادگی خاص خود گرفتیم برای
قهرمانی زون که در کابل سوپر کپ که در کابل برگزار میشه انشالله قهرمان هم خواهیم بود. فوتسال یکی از ورزش‌های محبوب و پرطرفدار افغانستان به شمار می‌رود و نمی‌شود میل به دیدنش را از هواداران گرفت، حتی اگر جای کافی روی سکوها برای تماشاگران نمانده باشد. از آن جایی که زندگی حقیقتی بین زشتی و زیبایی است، رادیو جوانان با برگزاری تورنمنت جام فوتسال رادیو جوانان با همکاری کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا تصویر خوب و خاص زندگی و ورزش را روایت کند. قابل یادآوری است که در تاریخ فوتسال داخلی افغانستان کمتر مسابقه‌ای به این شور و هیجان بازیکنان و هواداران برگزار شده است. با تشکر از رادیو جوانان که همچون مسابقه را در سراسر کشور برگزار میکنه و خصوصا که در ولایت غزنی آمدن، این برای رشد جوانان و رشد فوتسال ما البته بسیار مؤثر بود و یک چیز نو بود در ولایت غزنی که یک مؤسسه یا البته یا یک رادیو یا یک رسانه میاین. اولین دفعه است که رسانه میاین و بر ما یک مسابقه را راه اندازی میکنه. خودتون شاهد صحنه بودین که البته که 1500-1600 نفر البته در اینجا آمده بود بر تشویق جوانان خود. غزنی یک ولایت ورزش دوست است. البته ما از تمام رسانه ها می خواهیم که همچون مسابقات همیشه وقت برگزار کنه به خاطر توسعه و رشد فوتسال در سراسر افغانستان. شما دیدین عملا که جوانای ما آمده بودن اما تشویق میکردن تیم را، هر کدامشون تیم خود را تشویق میکردن، هوادارای تیم بودن. این بسیار مؤثر است برای همه همدلی و برادری بین جوانان، بین مردم و بین همه اقوام افغانستان.